فلم های مستند را که ما به شما تقدیم می کنیم از جهان اسلام، کلتور و عنعنات جهان اسلام، پیشرفت، رفاه مردم و افکار عامه را در بر می گیرد. هر هفته از ممالک مختلف جهان اسلام و افغانستان فلم مستند را به شما تقدیم می کنیم تا بینندگان ما در افغانستان در مورد زندگی آنان بهتر آگاه شوند. دور از وطن، قسمت دوم. دوستان، به بخش دوم دور از وطن خوش آمدید. در بخش اول در مورد افغانهایی که در امریکا زندگی میکنند، عنعنات و رسومی که آنها تا هنوز هم با آن پایبند هستند صحبت کردیم. در این قسمت در مورد مسجدی که یکی از بزرگترین مساجد در امریکا است و در ایالت واشنگتن قرار دارد صحبت میکنیم. بیایید با هم این مستند را ببینیم. معماران و هنرمندان مسلمان در ساخت و طراحی مساجد نهایت ذوق و خلاقیت هنری خود را بی توجه به اجر مادی آن به کار می برند. ملت ها و اقوام مختلف مانند یک امت واحد با فرهنگ ها، آداب و رسوم و به ویژه با توانایی و درک هنری متفاوت و متنوع در کار ساختن و پرداختن مساجد در سرزمین های وسیع که از اندلس در باختر تا جنوب خاور آسیا امتداد دارد تلاش کردند. بر این اساس هر آن چه که دیروز و امروز تحت عنوان معماری اسلامی در سرزمین های گشوده شده با سبک ها و شیوه های شناخته شده اندلسی، افریقای شمالی، شامی و مصری، ایرانی و بین النهرینی، عثمانی، هندو، یمنی و عربستانی ایجاد شده است، در حقیقت هنر مردمان ساکن در این نواحی است. در بنای بسیاری از مساجد در سرزمین های اسلامی هنرهای گوناگون به هم در آمیخته و معماری در این میان نقش توازن کننده ایفا کرده است. کاشیکاری، نقاشی، منبتکاری، خوشنویسی، خطاطی کتیبه ها، حتی صوت خوش و موسیقی دلنگیز در صدای موزون و قرائت کتاب خدا. السلام علیکم. السلام علیکم. اسم من عباسی است. من در اینجا به حیث کتابدار، رهنما و معاون اداری ایفای وظیفه می نمایم. در مورد اینجا باید به عقب برویم تا بفهمیم که چرا اینجا تأسیس گردیده. و حیث مسلمان ما به یک جای برای عبادت که آن را مسجد می نامیم نیاز داریم. و همچنان ما به یک جای برای جواب سوال های دینی خود نیاز داریم. در 1945 سفیر ترکیه در امریکا به حق پیوست و ما می دانیم که اگر کسی فوت نماید، خواه اگر مسیحی، یهود و یا هندو و مسلمان باشد، بر کسانی که حیات دارند فرض است تا جسد مرده را به طریقه و در وقت معین مراسم تدفین آن را به سر برسانند. که در اسلام این پروسه اول غسل، بعدا جنازه را تدفین و بعدا فاتحه گیری می باشد. اما متاسفانه ما جایی در آن وقت که سفیر ترکیه فوت کرد برای این مراسم نداشتیم. در ممالک اسلامی دیگر در فضای باز این همه مراسم اجرا می شوند، اما در اینجا در امریکا قانون این را اجازه نمی دهد. طرز معماری مرکز فرهنگی اسلامی و مسجد آن به طرز فاطمیه کار شده که من آن را کار موزاییک می نامم، چون در همه جا از موزاییک استفاده شده. و همچنان اگر شما در اطراف و نواحی نظر بیندازید، دیزاین های قدیم و پیشرفته همه آن از موزاییک استفاده شده، که این طرز معماری مشتمل ترکی، رومانی قدیم، عربی و طرز مدرن نیز به نظر می خورد. اگر شما ستون ها را مشاهده کنید و داخل بروید و در و دیوار را از نزدیک ببینید، طرز معماری آن مخلوط از طرز معماری ایتالیایی و مصری به نظر می خورد و داخل تعمیر نشان دهنده طرز معماری فاطمی را ظاهر می سازد. و چیزی که این مرکز و مسجد را مجزا می سازد آن این است که عین طرز معماری و نقاشی دیگر در هیچ جا تا به حال دیده نشده. اگر شما دقیق شوید و مسجد نبوی را هم دیده باشید، بسیار هماهنگی با اینجا دارد. بعضی مردم می گویند که نقاشی سنگ اینجا را اگر ببینید به نحو رب در اسطوره های قدیم یونانی دارد. ما از گفته های آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کردیم. مسجد ضرورت زیادی به تزئین ندارد و باید از اشکال هندسی ساخته شود. از گفته های خداوند جل جلاله در قرآن بر روی در و دیوار آن مملو باشد، که همین کار را ما در اینجا انجام داده ایم. این مرکز فرهنگی اسلامی جایی است که ما به همه معلومات ارائه می کنیم
و همچنان جای است که معلومات اخذ میکنیم. چیزی که ما در این مرکز انجام میدهیم امین است. و همچنان اینجا برای عبادت و کسانی که میخواهند عروسی کنند جای مناسبی است. پس من میتوانم بگویم که اینجا حیثیت مرکزیت را برای مسلمانان امریکا دارد. در زمان پیغمبر علیه السلام و در زمان خلفای اسلام مسجد در پالوی ازیکی و در جانب ازیکی عبادتگاه بود، جای بندگی، جای نماز، جای ذکر و تلاوت قرآن، درسگاه. در پالوی آن همزمان حیثیتی پارلمان داشت، یعنی حیثیتی مکانی اتخاذ تصامیم داشت که مسلمان ها در اینجا تصمیم می گرفتند. امروز ما می بینیم که لله الحمد فن، هنر و تمدن اسلامی از خلال مناره‌های سر به فلک مساجد در جهان دیده می شود. حتی نه تنها در جهان اسلام، بلکه تا هنوز هم بعد از اینکه مسلمان‌ها داخل اروپا شدند و تمدن اسلامی را گسترش دادند، ما می بینیم که تا هنوز هم در اندلس دیروز و اسپانیای امروز مناره‌های سر به فلکی که در اون وقت حتی اجنه و تمدنی را اروپا نایل نشده بود، تا هنوز اروپا در تاریکی به سر می برد، مسلمان ها در اونجا تأسیس کردند که بزرگترین ای دستاورد تمدن و به اصطلاح فرهنگ اسلامی است. اما آنچه که ارتباط دارد با تعمیرهای سر به فلک، مناره های سر به فلکی در کشورهای حتی غیر اسلامی و در کشورهای اسلامی مثل مصر، ترکیه و غیره، این دلالت میکند با تمدنی بزرگ اسلامی و با ارزش هنر در اسلام و دهی مسلمان ها. و همگی ما افتخار داریم که ما در وقتی با همچنین تمدنی بسیار قوی دست داشتیم که جهان امروز متاسفانه در او شرایط اصلا وجود نداشت. در مرکز پرغوغای شهر کابل و در کنار بسیاری از عمارت‌های نوساز و گاه نیمه ویرانه، چشم شما به بنای می‌خورد که متفاوت است. گنبد آبی رنگ و دو مناره در نزدیکی دریای خشک کابل که چشم شما را جذب می‌کند. مسجد شاه دوشمشیره تا کنون چندین بار منهدم گردیده و دوباره اعمار شده است. این مسجد برای آخرین بار در عصر شاه امان الله امیر ترقی خواه افغانستان اعمار شد. در واقع مادر امیر ملقب به سراج الخواتین در سال 136 خورشیدی به اعمار این مسجد پرداخت. یکی دیگر از مساجد شهر کابل مسجد خاتم النبیین است که در سال 1382 بنا نهاده شد، که اصول زیبایی، استقامت، بزرگی در آن به خوبی رعایت شده است. گنبد و گلدسته های بلند آن بسیار دیدنی و زیباست. اطفال با سنین 6 الی 7 به اینجا برای تدریس می آیند و ما با آنها در مورد اسلام صحبت می کنیم و همچنان مردم از سویه های علمی مختلف اینجا تشریف می آورند و دیگران مانند مردمی که می خواهند به عراق و افغانستان برای تأمین امنیت بروند و اینجا تشریف می آورند و در مورد فرهنگ اسلام معلومات کسب می کنند تا که بعد از رفتن به این ممالک با مشکلات فرهنگی مواجه نشوند. ما همچنان عضو کنفرانس های اسلامی نیز هستیم و ما در این کنفرانس ها فعالانه سهم می گیریم و نظرات ما قبول می شوند. وقت حادثه 11 سپتامبر رخ داد، ما به یک ثانیه هم دروازه های خود را بسته نکردیم و به کارهای عادی خود ادامه دادیم. در همان زمان رئیس جمهور بوش به اینجا تشریف آورد و گفت که مسلمانان نیز از امریکایی ها هستند و به همین سرزمین ارتباط می گیرند. و همچنان بیانیه رئیس ما از اولین بیانیه هایی بود که حملات 11 سپتامبر را نکاهش کرد. ما همچنان پروگرام های رایگان تعلیمی را در روزهای رخصتی به پیش میبریم. در روز شنبه ما زبان عربی را برای کودکان تدریس میکنیم و در روز یک شنبه باز هم زبان عربی را به کلانسالان و کسانی که کمی در این زبان وارد هستند تدریس میکنیم. همچنان ما یادگیری و حفظ قرآن را تدریس میکنیم. ما بعضی از کورس های پیشرفته را نیز تدریس میکنیم که ذریعه استادان با تجربه ما که در اینجا وقت زیادی را سپری کردن رایگان میباشد و ما صنف های دینی داریم که به همین سنین تدریس میشود.
ما در اینجا ملایمان برای نماز سخنرانی دینی نیز در پهلوی خود داریم و هم مراسم و مناسک دینی را انجام می دهد. مثلا در ماه مبارک رمضان ما فرق با مکه نداریم. و من باور کنید تنها چیزی که شما شاید آن را در اینجا نیابید فامیل شما خواهد بود. در غیر آن فامیل مکمل دینی خود را شما در اینجا می یابید. بدون این همه ما پروگرام زکات را نیز در اینجا به پیش می بریم. در روزهایی که مردم روزه می گیرند ما برای آنان در دوشنبه و پنجشنبه ها نان میپزیم و روزه را یک جا افطار میکنیم. همچنان بعد از نماز جمعه ما پروگرام نان چاش را نیز سر دست داریم. همه کارهایی را که ما در اینجا میکنیم برای رضای خداوند جل جلاله و رایگان میباشد. و خاطری که رنگ کاشی ها خیلی نصوری بود، این رنگ و دیزاین با نمای سر مسجد همخوانی نداشت. طراحان ترکی دوباره به اینجا آمدند و همه کاشی ها را پس کردند و در ظرف 5 سال دوباره کاشی های جدید را جابجا و نقاشی کردند. همه طرح کاشی های داخل مسجد تحفه ترکی هاست. همه قالین ها تحفه از شاه پهلوی ایران است که ذریعه دست بافته شده و فقط برای این مسجد طرح و دیزاین گردیده و دوباره در هیچ جای عین چیز ساخته نشده. قندیل ها از مصر و گنبد مسجد از مالیزیا به اینجا آورده شده. کلکین ها از مراکش به اینجا آورده شده اند. هیچ چیز در اینجا تغییر نکرده. همه چیزها به شکل قبلی آن موجود است. فقط منبر آن تغییر کرده است. منبر به شکل خطهای سرخ بود که آن را ما به شکل خطهای سبز تغییر دادیم. دیزاین منبر این مسجد مشابه به مسجد نبوی می باشد. قبل از 1982 و 1983 3 صف نمازگزاران در اینجا به مشکل برای ادای نماز تشریف می آوردند. اما حال که نفوذ زیاد شده همه صحن مسجد مملو از نمازگزاران است که در حصه میانی آن نمازگزاران زن و صحن مسجد و یک تعمیر ملحق به مردان مختص شده. این بخش که اصلا اول کتابخانه بود ولی حال از آن من حیث دوکان تحفه استفاده می شود و ما کتابخانه را به منزل بالا انتقال دادیم و از آن برای تهیه مواد برای جمهور و مردم دیگر کار می گیریم. این آشپزخانه ماست که یک وقت بسیار ساحه کوچک داشت، اما حال ما ساحه کافی برای آشپزخانه را در اختیار داریم. این کتابخانه ماست. در اتاق اول ما کتاب‌های اسلامی به زبان ترکی، دری و زبان‌های دیگر را داریم. و در اتاق دوم ما کتاب‌های اسلامی به زبان انگلیسی و عربی را جابجا نموده‌ایم. در این بالا ما کتاب‌های عربی تفسیر قرآن کریم را جابجا می‌کنیم. و ما خطهای زیادی از مردم دریافت کرده ایم. دوستان، در اینجا قسمت دوم و آخره دور از وطن به پایان می رسد. چنان که دیدیم در این مستند، این مسجد مسجد باشکوه است و در آنجا همه مسلمانان که در امریکا زندگی می کنند گرده هم می آیند. و یک خوبی دیگه که در این مسجد است این است که نامه هایی که از سر تا سر امریکا با اونجا ارسال می شود و سوال هایی که مسلمانان و غیر مسلمان در مورد اسلام دارند از آنها می پرسند. تا هفته دیگه که یک برنامه دیگر با شما تقدیم می کنید. شاد و موفق باش.